فکر کردی یادم میره که با خانوادم و مادرم چجوری رفتار کردی؟ این تو بودی که سالها گفتی که بچه دار نشیم و الان دیگه کار از کار گذشته. یادآوری خاطرات تلخ گذشته جز اینکه شما دوتا رو از هم دیگه دور کنه اتفاق دیگه ای رقم نمیزنه. خاطرات گذشته دو جا به کار ما میان، یک اتفاقات خوشایندی که حالمون رو خوب میکنن، یا اگر اتفاق بدی هم هست یادگیری و درسی که قرار ازشون بگیریم. میخوام بهت بگم اگر اینقدر سخته که بخوای از اون خاطرات بگذری یه تصمیم جدی برای رابطت بگیر، اما اگر واقعا میتونی فراموششون کنی و با گفتنشون به نتیجه دیگه ای نمیرسی اینقدر خودت و همسرت رو کلافه نکن. میخوام 6 تا راه بهت یاد بدم که کمک میکنه غلبه کنی بر همون انگیزه‌ای که تو مدام داری خاطرات تلخ گذشته رو مرور میکنی. مورد اول، اهمیت این موضوع رو کم کن. اینقدر بهش شاخ و برگ نده، اینقدر بهش پر و بال نده. مورد دوم، اتفاقات خوب رابطت رو هم بولد کن. مورد سوم، نقش رابطت رو هم بولد کن. مورد سوم، نقش خودت رو توی اون اتفاق در نظر گرفتی؟ شاید نیاز بود که تو هم اونجا یک تصمیم گیری و یک رفتار قاطعانه داشته باشی. مورد چهارم، با خودت بگو توی اون اتفاق افتاده همسر من حتما نیت بدی داشته یا غرض ورزانه این کار انجام داده. مورد پنجم، اگر فکر میکنی راه جبرانی وجود داره به همسرت پیشنهاد بده یه کاری انجام داده تو ناراحت شدی، اما الان میتونه کار متفاوتی رو انجام بده و از دل تو در بیاره. مورد ششم، این که داری مدام با خودت مرور میکنی و تکرار میکنی، میخوای چه چیزی رو به دست بیاری؟ بذار یه حرف مهم بهت بزنم. تا مادامی که سعی میکنی تمام اون خاطرات و اتفاقات ناخوشایند گذشته رو زنده نگه داری، جای اتفاقات خوب و مثبت حالا و آینده رو توی رابطت داری تخریب میکنی.